انقلاب اسلامی به عنوان یک انقلاب فرهنگی و سیاسی که زمینه‌های دینی و زمینه‌های تمدنی در انقلاب خودش داشت، گفتمان جدیدی رو دنبال تحققش بود و این گفتمان رو اول در کشور خودش، بعد هم دنبال ترویج این گفتمان و صادر کردن این گفتمان به بقیه مردم دنیا، علل خصوص مردمی که مظلوم واقع شده بودند و کشورهایی که مورد استعمار واقع شده بودند، باز به صورت ویژه کشورهای اسلامی دنبال میکرد. خب این گفتمان و این انقلاب یه سری اصول و مبانی داشت. یکی از مهمترین اون اصول و مبانی مردم سالاری، اون هم بر پایه دین، مردم سالاری دینی، ترکیب این دوتا با هم دیگه. خب اگر از این منظر به موضوع نگاه بکنیم، اهمیت انتخابات خیلی روشن میشه. کجا ما میتونیم مردم سالاری رو محقق بکنیم؟ کجا میتونیم نقش مردم رو در حکمرانی و در حاکمیت تعریف بکنیم؟ کجا میتونیم مردم رو بیشتر به میدان بیاریم؟ اونجایی که قرار حاکمان، سیاستگزاران، مجریان انتخاب بشند و به دست اونها حکومت اداره بشه. بعد از وقوع انقلاب اسلامی، بعد از چند ماهی، ما شاهد شکلگیری نظام سیاسی یعنی جمهوری اسلامی ایران بودیم. جمهوری اسلامی در واقع نه به این معنا که در واقع انقلابیون و امام خدای نکرده بر اساس الگوهای رایج قرار بود ما یک نظام سیاسی بدیلی رو تعریف کنیم، برای نمونه مثلا الگوی دموکراسی رو در جمهوری اسلامی محقق کنیم. خیر، امام و در واقع بزرگان انقلاب اسلامی در توصیف این شکل از نظام سیاسی، این نظام سیاسی رو برگرفته از مبادی و مبانی دینی ما وصف میکنن، یعنی متفاوت از آن چیزی که در جامعه معاصر رایج هست. لذا نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی دینی و مکتبی که نقش و جایگاه بیبدیلی رو برای عنصر مردم قائل هست، امروز بعد از گذشت 4 دهه، 45 سال از عمر این نظام، ما شاهد هستیم که یکی از پافشاری های مهم نظام سیاسی این بوده است که انتخابات به موقع و با کیفیت مناسب برگزار شود. دشمن در جنگ شناختی در سالهای اخیر به دنبال اینه که اینطور جا بندازه که تغییر از صندوق‌های رأی شکل نمیگیره، در حالی که شما اگر به تاریخ انتخابات مجلس دولت و حتی مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی ایران نگاه بندازید، میبینید که در هر دوره تفکرهای مختلف با سلایق مختلف در انتخابات ها برنده شدن و رأی آوردن، که خلاف این مطلبی رو که در جنگ شناختی دشمن میخواد جا بندازه ثابت میکنه. چه در دولت‌های مختلف، دولت قبل از اون شما نگاه بندازید، همه دولت‌ها و همه تفکرات برآمده ای از صندوق رأی و صندوق انتخابات بوده. این انتخابات هم مانند انتخابات گذشته قطعا همینطور خواهد بود. امروز کاملا امر سیاسی در دانشگاه در جریانه، یعنی آدم‌ها موضع دارن، آدم ها مسئله دارن، آدم ها وابستگی به جریان های مختلف دارن، آدم ها بر اساس این وابستگی هاشون کنش میکنن. همه اینها هست تو کف دانشگاه با عدد خیلی بسیار بالا. اتفاقا مثلا اگر شما در گذشته یه جمعیت خاصی توی دانشگاه سیاسی بودن و اینها کنش های اصلی رو میکردن، اینا آدم میبردن میآوردن، اینا آدم دعوت میکردن، سرجم شما نگاه میکردید کل این آدم ها توی دانشگاه 50 نفرن. یعنی اونایی که هد قصه هستن و جریان سازی میکنن، برنامه میذارن، هزینه پرداخت میکنن، انرژی میگذارن، مثلا توی دانشگاه بزرگ 50 نفر، 100 نفر بودن. اما امروز بله، شاید این جهت این مدل آدم های مقدار کمرنگتر شده، اما گستره فعالیت سیاسی اتفاقا گسترده شده و آدم های بیشتری موضع دارن، بر سر موضعشون هستن، حرف میزنن و
مواضعشون رو دنبال میکنن، تبلیغ میکنن، بالاخره تو صفحه خودشون اعلام موضع میکنن، استوری میذارن، پست میذارن، موضع میگیرن، و وقتی شما اینا رو رصد میکنید اتفاقا میبینید خیلی گسترده است و خیلی زیاده و خیلی متنوع. لذا چون زیاد این حرف زده میشه، به نظرم ما باید حتما فکر کنیم که آیا شرایطمون شرایط 20 سال پیشه، نیست شرایط 20 سال پیش و همه چیز تغییر کرده. خب آیا از وضعیت راضی هستیم؟ راضی بودن از وضعیت به نوعی رفتن به سمت رکود و مرگ. حتما از وضعیت راضی نیستیم، یعنی ما بالاخره هر چه هستیم باید بهتر بشه. هر وضعیت امروز در دانشگاه هست باید بهتر بشه. برای این چی کار کردیم؟ برای این هم اقداماتی رو انجام دادیم و مسیرهایی رو با کمک دوستان خودمون، مجموعه های تأثیرگذار و تصمیم گیره در این حوزه سعی کردیم پیش ببریم. ما تقریبا 3 ابلاغیه برای انتخابات داشتیم، یکی آذر، بعدی 29 آذر، بعد در بهمن ما در یک هفته 10 روز گذشته که ابلاغی مشترکی بود که در همون شورای هماهنگی آموزش عالی داشتیم، 3 ابلاغیه برای بحث انتخابات داشتیم. روح این ابلاغیه ها و فعالیت های ما و سیاست گذاری ما این بود که تشکل‌های دانشجویی به صورت ویژه دیده بشن، برنامه‌های اینها در برگزاری برنامه‌های سیاسی و همینطور دعوت از کاندیداها جهت نقد، بررسی، تریبون آزاد، مناظره، کرسی آزاداندیشی، این برنامه تسهیلگری بشه، تسریع بشه در صدور مجوز به اینها. دولتی میتواند خدمات اقتصادی بده، مجلسی میتونه خدمات اقتصادی بده که مجلس قوی باشه. یعنی اینجا یک رابطه بین مجلس قوی و دولت قوی و خدمت رسانی به مردم وجود داره. من اگر قهر بکنم از صندوق، نیام پای صندوق، اگر قهر بکنم از جریان‌های سیاسی رأی ندم، اتفاقی که میفته اینه که یک جریانی میاد حاکم میشه و قدرت رو در دست میگیره که خیلی پشتوانه نداره. حالا چون خیلی پشتوانه نداره دیگه نمیتونه کنش سیاسی درستی انجام بده، نقش جدی رو ایفا بکنه.